بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما شما هیمودینامیک اسسمنت است. در هیمودینامیک ما شما ترانس والولر گرادینت خود خواندیم. انتراکاردیک پرشر است. استروک والیوم و کاردیک آوتپوت. پلمونری تو سیستمیک فلو رشیو است. کانتینیتی اکویشن است به خاطر تعیین کردن مساحت دستم و رگورجیتان والیوم، رگورجیتان فرکشن و رگورجیتان اوریفیس ایریا را در این مبحث ما شما میخوانیم. پرشر گرادینت که است تفاوت فشار است بین دو نقطه. یعنی اگر ما شما یک نل یا مجرای باشه و در این قسمت یک تنگی موجود باشه، ای ساحه متضایق باشه، حتما تفاوت فشار بین این آیه بین این آیه پیدا میشه. اینمی تفاوت فشار امو پرشر گرادینت است که در دستام هم عین مسئله است. تفاوت فشار ما شما از روی سرعت تعیین کردن میتونیم و سرعت ما شما از روی شیفت فرکانسی تعیین کردن میتونیم. در دوپلر یک فرمول بود که در اوجه دو افو ویلوسیتی کوساین تیتا بود تقسیم سرعت صوت در جسم، اینمی شیفت فریکونسی بود. یعنی شیفت فریکونسی وابسته به این گپا بود، ترانسمیتید فریکونسی، ویلوسیتی آف تارگت ارگان، کوساین تیتا و سی سرعت صوت در جسم. از روی از امی فرمول ما شما این ویلوسیتی رو به این طرف آوردیم، سرعت تعیین کردیم. ویلوسیتی مساوی میشه به سی بر دو ضرب شیفت فریکونسی تقسیم ترانسمیت فریکونسی. یعنی ما شما از روی سرعت میتونیم که ببخشید از روی شیفت فرکانسی میتونیم که سرعت تعیین بکنیم. در شیفت فرکانسی ما شما خوانده بودیم که سرعت یک جسم هر قدر که زیاد باشه اما تفاوت فرکانسی زیاد است، درست؟ اما شیفت فرکانسی زیاد است. شیفت فرکانسی فرمول دیگه به این شکل بود، شیفت فرکانسی مساوی با رفلکت فرکانسی منفی ترانسمیت فرکانسی. این فرمولش بود. یعنی یک جسم وقتی که در حرکت باشه امواج صوتی را که ما شما به جسم روان میکنیم، امواج انعکاسی که پس از اوجا میگیریم متفاوتر از او فریکونسی است که ما شما روان کردیم. اگر جسم به طرف ما شما نزدیک شده میره، ما شما فریکونسی را روان کردیم مثلا 80 و پس که میگیریم 120 شاید بگیریم نظر به سرعت جسم. و وقتی که جسم سرعت نداشته باشه اصلا تفاوت فرکانسی به وجود نمیاد. 80 فرکانسی رو روان کردی پس هم که میگیری 80 میگیری. اگر جسم آهسته آهسته حرکت داشته باشه 80 فرکانسی رو روان کردی 90 میگیری. اگر سرعت جسم یک ذره زیاد باشه 80 روان کردی 120. اگر سرعت بسیار زیاد باشه 80 روان میکنی 180 200 میگیری. تفاوت اما قدر زیاد است. و اگر جسم از ما شما دور میره به اون شکل، ما شما فرکانسی رو 80 روان کردیم، اگر جسم آهسته حرکت کنه 70 پس میگیریم. اگر سرعت از زیاد باشه 80 که روان کردی شاید 20 پس بگیری. پس هر قدر که تفاوت فرکانسی زیاد باشه سرعت جسم هم قدر زیاد است. و از روی از نمی شیفت فرکانسی ما شما سرعت تعیین میکنیم که سرعت از تارگت ارگان ما شما چقدر است. در ماشین ها که است، ماشین خودش میفهمه که با کدام فرکانسی امواج صوتی رو به جسم روان کردن. یعنی افو را میفهمه، ترانسمیت فرکانسی را میفهمه، بچ کدام فرکانسی امواج انعکاسی را واپس گرفته افو را میفهمه، رفلکت فرکانسی را میفهمه. این وقتی که از این منفی بکنه پس شیفت فرکانسی هم برای ماشین معلوم است، درست؟ در فرمول ما شما بود که ویلوسیتی مساوی میشه به سی تقسیم دو ضرب شیفت فرکانسی تقسیم ترانسمیت فرکانسی. یعنی شیفت فرکانسی را ماشین میفهمه، ترانسمیت فرکانسی را میفهمه. اینی سی که از 1540 متر فی ثانیه سرعت صوت است در قلب یا در خون، درست؟ این را ماشین میفهمه. این استاندارد است. این بیزو امو 1540 که است، این تقسیم یزی میشه هر قدر عددی که برامدید ماشین استاندارد نوشته شده گیسته،
این تغییر نمیکنه و این را ماشین خودش تعیین میکنه. ما شما تعیین کردن نمیتونیم که شب فرکانسی دنیمی مریض چقدر خواهد بود. خود ماشین باید بفهمه که امواج فرستاده شده چقدر است، با کدام فرکانسی و پاس گرفتش، تفاوت از او چقدر است، این را میفهمه. پس سرعت از روی زنیمی تعیین میکنه و از روی سرعت ما شما میتونیم تفاوت فشار را پیدا بکنیم. مثلا در اتاق ششتین بیرون طوفان است، درست؟ بیرون طوفان است، کلکینا بسته شدگی است. اگر یک کلکین شما دفتن واز بکنین، فشار بیرون بسیار زیاد است، شمال بسیار به سرعت داخل اتاق می آید، چون تفاوت فشار زیاد است، درست؟ این به سرعت آمده میره تا وقتی که فشار داخل اتاق همقدر بالا بره که بیرون همقدر فشار است. یک وقت میشه با سرعت داخل شدن هوا به داخل اتاق کم میشه. این به معنی ازی است که هر قدر تفاوت فشار زیاد باشه همقدر سرعت زیاد است، هر قدر که تفاوت فشار کم باشه سرعت کم است. فعلا مثلا ما شما دروازه رو باز میمونیم، کلکینا رو باز میمونیم، یک وقت میشه فشار داخل اتاق کت فشار دهلیز تقریبا یکی میشه با تفاوت کم، اما هوایی که تبادل میشه ما شما اصلا احساس هم نمیکنیم که هوا در جریان است یا نیست، درست؟ پس سرعت نمایندگی از این میکنه که تفاوت فشار چقدر است. ما شما از روی سرعت میتونیم که تفاوت فشار را پیدا بکنیم. پس در این صورت فرمول عمومی که ما شما تفاوت فشار یا پرشر گرادینت پیدا میکنیم ای از پی یک منفی پی دو مساویس نصف پی ضرب ویلوسیتی دنای دوم مربع منفی ویلوسیتی دنای اول مربع ضرب پی حاصل جمع دی وی بر دی تی دی اس اس و آر اس یا ویسکوس فرکشن است. اینی فرمول ما شما تجزیه میکنیم، بالاخره به یک عدد ثابت میرسیم. در این فرمول پی ماس دنسیتی آف بلاد است، ویلوسیتی وی دو که است، سرعت دنای دوم است. مثلا شما تفاوت فشار بین از این آیه بین از این آیه میبینید، سرعت در این آیه وی یک است، سرعت در این آیه وی دو است. تفاوت ازو تفاوت سرعت بر ما شما نشان میده و در اینجا فلو اکسلریشن است و ویسکوس فرکشن است. اینیا رو باز پسانه های چیز میکنیم. قسمت اول فرمول که است، این فرمولش است، ایره کانویکتیو اکسلریشن میگن. در کانویکتیو اکسلریشن نصف یکی بر دوی پی یا ماس دنسیتی آف بلاد ضرب ویلوسیتی دنای دوم مربع منفی ویلوسیتی دنای اول مربع. ماس دنسیتی آف بلاد که است 1060 کیلوگرم فی متر مکعب است. این ماس دنسیتی آف بلاد هم یه عدد ثابتش است، درست؟ این هم قدر میشه. ما شما در این فرمول پرشر گرادینت پیدا میکنیم، تفاوت فشار را پیدا میکنیم، درست؟ فشار مطلب ما شماست، نه کیلوگرم. وقتی که ما شما بخواهیم که کیلوگرم فی متر مکعب تبدیل بکنیم به فشار، اینی کانورژن فاکتورش است، 0.0075، درست؟ این کانورژن فاکتورش است. وقتی که انمی 0.0075 ایر از ضرب کیلوگرم فی متر مکعب کنیم، ایر به میلی متر ستون سیما بر ما شما تبدیل میکنه. پس چی میشه؟ ماس دنسیتی آف بلاد 1060 کیلوگرم فی متر مکعب بود، در اینجا 1060 کیلوگرم فی متر مکعب ببخشید مکعب است. این اگر ما شما ضرب 0.0075 بکنیم، این که ضرب بکنی اصل جمع اصل ضرب ازی میشه 0.0795. این که دی ضرب کنی 0.0795 میشه. در این فرمول ما شما یکی بر دوی پی داشتیم، یک نصف ماس دنسیتی آف بلاد بود، نصف 0.0795 ایره که تقسیم دو بکنی نصف از این میشه 0.0997.
اینی تقریبا 4 است برای آسانی کار ما شما. 3.9 هفت تقریبا 4، درست؟ پس قسمت اول فرمول که است نیم پی که بود مز دنسیتی آف بلاد از این عدد برآمد 4، این ضرب ویلوسیتی دنای دوم مربع میشه منفی ویلوسیتی دنای اول مربع. اگر ما شما یک نایه استینوتیک داشته باشیم، فکر بکنید که دسام ابهر است، این قسمت استینوز داره، ویلوسیتی دنای اول مربع اینی قسمت است، این وی یک ما شماست، ویلوسیتی دنای دوم مربع اینی وی دو دیج است. وقتی که خون از یک نایه متزایق تیر میشه در این ساحه متزایق سرعت میگیره، پس ایجا که سرعت گرفت در اینجا مستاد نمیشه، سرعت در اینجا در نایه وی دو که است بسیار زیاد است. مثلا در یک دسامی که سیویر استینوز داشته باشه اورتیک، همینجا شاید سرعت 4 متر باشه، سرعت در اینجا شاید 4 باشه، مثلا وی دو تون 4 باشه، 4 که مربع بکنی 16 میشه، درست؟ منفی ویلوسیتی در نایه اول مربع. در اینجا هر قدر که تزایق زیاد باشه نایه پشت سر ازی که هست در اینجا در ویلوسیتی در نایه اول اما قدر سرعت کم میشه، این چیزی که در بندهای برق ما شما میبینیم، بند برق در جایی که توربین آواز اوجه تیر میشه اوجه سرعت زیاد است، پشت بند که است اوجه یک ذخیره آب است، اصلا فکر نمیکنی که اینجا حرکت موجود باشه اما قدر سرعت کم میشه، هر قدر که تزایق کجا زیاد باشه اما قدر اینجا سرعت کم است، در اینجا سرعت بسیار کم میباشه. دالت نرمال هم اکثرا در اینجا سرعت که است از یک متر کم است، اینجا که استینوز پیدا بکنه دیگه هم کم میشه، فکر بکنه که در اینجا سرعت 50 سانتی متر پر سکند است، درست؟ یا 0.5 است، درست؟ این 0.5 وقتی که ما شما مربع بکنیم دیگه هم کم میشه. فعلا وقتی که ما شما 0.25 از 16 منفی بکنیم میمونه 15.75 میمونه، نیه مقدر ها میمونه. پس این میره مربع کردن وی یک و منفی کردن از ویلوسیتی دوم و قدر تاثیر گذار نبود سر ازی، بسیار کم تاثیر کرد. با این نمی خاطر میگن که شما از وی یک بگذارین، هیچ در نظر نگیرین امورا. پس فرمول که میمونه ما شما اینجا نصف پ ضرب ای بود، درست؟ قسمت اولی فرمول ما شما از این ما شما 4 به دست آوردیم، از این گذشتیم از وی یک اینی آمد 4 ضرب ویلوسیتی دنای دوم مربع، درست؟ این قسمت اولی فرمول بود. قسمت دوم فرمول که است این فلو اکسلریشن است، فلو اکسلریشن ویلوسیتی چنج است اوور تایم و نظر به دیستنس. در فیزیک میگن که یک مایع یا یک جسم وقتی که حرکت میکنه چقدر فاصله را طی میکنه، در چقدر تایم تیر میکنه، نظر به تایم سرعت فرق میکنه، نظر به فاصله که طی میکنه سرعتش فرق میکنه. شما مثلا در یک جای ذخیره آب دارین، به یک منطقه آبرسانی میکنین، واتر پمپ چالان میکنین، در قسمتی که ذخیره آب است در اینجا سرعت زیاد است، این مایع وقتی که حرکت میکنه یک چند کیلومتر پیش گرفت اوجه سرعتش کم میشه، هر قدر که فاصله را طی میکنه و هر قدر که امو تایم سرش تیر میشه سرعتش فرق میکنه. میگه شما انمی را در نظر بگیرین که چقدر فاصله طی شد و در چقدر تایم، این باید در نظر بگیرین. یا مثلا یک دیقان است زمین های خود او میتر ورد پرمو چالان میکنه از چا او میتر امی او تا یک جایی را که میره سرعتش کم شده میره. ما شما به می فلو اکسلریشن اصلا
ضرورت نداریم. این به خاطر چی؟ به خاطر ازی که وقتی که ما شما کانتینیوس ویو دوپلر را در اینجا مندازیم در سر دستام، کانتینیوس ویو دوپلر سرعت های کم هم ثبت میکنه، سرعت های زیاد هم ثبت میکنه، درست؟ این سرعت های کم هم است، سرعت های زیاد هم ثبت میکنه. این سرعت های کم در این قسمت هاست، ایجا یک ذره زیادتر است، در این قسمت متزایق بسیار زیاد است، درست؟ پس در این موجه که ایجا رسم میشه بیشترین سرعت این نقطه است. ما شما این موجه را که وقتی که پیک ویلوسیتی را میگیریم در این نقطه میگیریم، درست؟ این پیکش میگیریم، سرعت اعظمی را پیدا میکنیم. پس ما شما از ایجا شروع تا ایجا را ما شما سرعت ها را تعیین نکردیم، در چند ثانیه تعیین نکردیم، در آن واحد تعیین کردیم، در یک نقطه در یک واحد زمانی تعیین کردیم، درست؟ در اینجا دیوریشن مطرح نبوده، درست؟ مدت طول مطرح چیز نبوده، مدت زمان مطرح نبوده، یک نقطه در یک واحد زمان. و دیستنس هم بر ما شما ارزش به خاطر ازی نداره که ما شما فقط در یک نقطه سرعت تعیین کردیم. این تو تعیین نکردیم که از این نقطه تا 10 کیلومتر بعدتر چقدر است، درست؟ ما شما در یک نقطه تعیین کردیم. پس نه دیستنس برای ما شما ارزش داره و نه تایم برای ما شما ارزش داره. به او خاطر ما شما از این قسمت که فلو اکسلریشن است از اینجا میگذاریم، اصلا هیچ در فرمولی را نمیگنجانیم. قسمت دیگه فرمول که است ویسکوس فرکشن است. میگم مایع وقتی که حرکت میکنه در جدارا که میخوره استکاک میکنه، استکاک سبب کاهش سرعت میشه. شما اگر یک نل ببینین این مایع از پیش عبور میکنه، این مایع که دیجه میخوره استکاک میکنه، سرعتش کم میشه. دیجه دار که میخوره سرعتش کم میشه، دیجه که میخوره سرعتش کم شده میره. پس استکاک سبب کاهش سرعت میشه. دیجه خونی که از لفت ونتریکل اوت فلو تیر میشه یک مقدار دهی کنج میخوره، چیزی دهی کنج، چیزی ده زمین، چیزی ده چتش، اینا سرعتش کم میشه. در کانتینیوس ویو دوپلر وقتی که ما شما اینجا میندازیم اینی خونه که سرعتش کم شده، این دهیجا رسم میشه، این که دهیجا خورده، اینا سرعتای کمتر داره. اینی قسمت متوسط خونکی است که به هیچ طرف استکاک نکده، مستقیم بوده، سرعت ازی بسیار زیاد است که نه دهی جدار خورده، نه دهی جدار خورده، نه دهی جدار، نه دهی جدار. اینی خونه که در مرکز روان است سرعت ازی بسیار زیاد است. پس این خون استکاک نکده. ما شما سرعت اعظمی رو میبینیم، سرعت اعظمی امو سرعتی است که از خونی که استکاک نکده به وجود آمده. پس استکاک برای ما شما ارزش نداره. از این قسمت آخری فرمول هم که بگذاریم برای ما و شما چیزی که باقی میمانه پیک پرشر گرادینت مساوی میشه به 4 ضرب ویلوسیتی مربع، یعنی پرشر گرادینت مساوی میشه به 4 ضرب ویلوسیتی مربع. ویلوسیتی عمو ویلوسیتی در نایه دوم مربع است، نه در نایه اول مربع، درست؟ یعنی از روی ازی فرمول ما شما تفاوت فشار پیدا میکنیم. ما شما در اول گفتیم که هر قدر تفاوت فشار زیاد باشه عمق سرعت زیاد است. ما شما از روی سرعت تفاوت فشار پیدا میکنیم. سرعت ما شما تا این کده میتونیم در ماشین ایکو، سرعت که تا این کده تانستیم پس تفاوت فشار پیدا کده میتونیم. تفاوت فشار که است یکی خویی ما شما پیک موجه را گرفتیم، این تفاوت فشار اعظمی است، درست؟ این قسمت ها هم تفاوت فشار بوده، مثلا این را در دسام مایترال ما شما خوب سنجیده میتونیم. دسام مایترال وقتی که واز میشه یک مقدار خون از بوتین به طرف اوزین، از اوزین به طرف بوتین بسیار با سرعت می
سرعت بسیار زیاد است. ایجا فشار پایین شده میره، ایجا فشار بالا شده میره. تفاوت فشار که کم شده رفت، سرعت کم میشه. سرعت کم شده میره، کم شده میره میره. یک وقت ایجا فشار به اندازه بالا میره که دیجاست. همین وقت است که استازیس رخ میده. درست؟ استازیس رخ داد، بعد از اوزین تقلص میکنه، یک مقدار دیگه خونه جبران ایجا داخل میکنه، ایجا با تقلص فشار ایجا بالا میره. خون مجبور است که طرف بیاد. باز یک تفاوت فشار پیدا میشه. پس در این موجه، موجه مایترال، ما شما تفاوت فشار متعدد داریم، مختلف است. در یک جای تفاوت فشار در یک زمان زیاد است، در یک زمان بیخی کم است، در یک زمان متوسط است. اگر ما شما بخواهیم که اوسط تفاوت فشار را پیدا بکنیم بین اوزین و بین بوتین، در زمان دیاستول اوسطش را پیدا بکنیم، در این صورت ما شما این موجه را القا میکنیم. این موجه را که القا کردی، اما کالکولیتر که در خود ماشین است، خودش اوسط برای ما شما میکشه. مین پرشر گرادینت یا اوسط تفاوت فشار ماشین خودش برای ما شما میده. سرعت ها که از دیجا، سرعت ها مختلف است. دیجا سرعت زیاد است، دیجا بیخی کم است، دیجا یک اندازه متوسط. سرعت ها مختلف است. اگر ما شما بخواهیم که اصل جمع سرعت پیدا بکنیم، در این صورت هم همین موجه را که ما شما حلقه کردیم، ماشین برای ما شما تایم ویلوسیتی انتگرال میده. اصل جمع سرعت برای ما شما میده، تایم ویلوسیتی انتگرال این را برای ما شما میده، یا در بعضی کتاب ها نشته می باشه ویلوسیتی تایم انتگرال، هر دوش هم یک چیز است. پس اگر ما شما بخواهیم که سرعت اعظمی را پیدا بکنیم، در قسمت پیک موجه هر جایی که زیاد باشه سرعت، اموجا کرسر خود میمانیم، ماشین برای ما شما سرعت اعظمی را نوشته میکنه. اینی فرمولی که ویلوسیتی مربع ضرب 4 است، این در کل ماشین های ایکو است، این فرمول ست شدگی است. شما به معنی که کرسر تان در اینجا موندین، ماشین اتومات هم سرعت برات نوشته میکنه و هم پرشر گرادینت نوشته میکنه. این در کل ماشین است، درست؟ هم سرعت نوشته میکنه، هم پرشر گرادینت نوشته میکنه. البته این پیک ویلوسیتی است و پیک پرشر گرادینت است. اگر ما شما بخوایم که مین پرشر گرادینت پیدا بکنیم و تایم ویلوسیتی انتگرال پیدا بکنیم، باز مجبور موجه را القا بکنیم. موجه را که القا کردی، باز مین پرشر گرادینت هم برات میاد، تایم ویلوسیتی انتگرال هم میاد برات.